سلام دوستای عزیزم، امیدوارم خوب باشین. بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک برنامه ویژه دیگر از دری میدیا خوش آمدید. یلدا علی یکی از چهره‌های رسانه‌ای کشور و از کارمندان پیشین تلویزیون طلوع و افشاگری‌های تازه‌ای در مورد شوهر پاکستانیش دست داده و گفته‌هایی را مطرح کرده است که مو بر بدن شماری از افراد سیخ می‌گردد. آیا می‌دانید که شوهر او کیست و او در مورد شوهرش چه گفته و از مردم هم چه خواسته است؟ اگر می‌خواهید تا از جزئیات این موضوع آگاه شوید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما قبل از آن و جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. یلدا علی یکی از چهره‌های رسانه‌ای کشور است که از یک سال به این سو در کشور استرالیا زندگی می‌کند. وی در مورد چالش‌های مهاجرت گفته است که یکی از چالش‌های مهاجرت در یکی دو سال اول این است که افراد نه خود را متعلق به کشور اصلیشان احساس می‌کنند و نه فکر می‌کنند که به کشوری که هم‌اکنون در آن قرار دارند تعلق دارند. یلدا علی در مورد شوهرش و کشور پاکستان میگوید که خیلی ها از من انتقاد میکنن که چرا رفتی و با یک فرد از کشور دشمن ازدواج کردی. یلدا علی علاوه کرده است که شوهرش علاوه بر این که یک شهروند پاکستانی است، یک پشتون است و این موضوع هم به گفته وی خیلی ها را ناراحت کرده است. طالب آمده تو رفتی با یک پشتون ازدواج کردی، تو رفتی طالب شدی، این گپ نیست. خب به هر حال شمسر من پشتون است، پشتون پاکستان هست. این گوینده پیشین در تلویزیون طلوع که با تسلط دوباره طالبان بر کشور با انتشار تصاویر و ویدیوهایش بیشتر جنجالی شده بود افزوده است که او به شدت علاقه‌مند است تا مادر شود و به گفته وی می‌داند که مادر بودن ارزش فراوان و خیلی زیاد دارد. و من امیدوار هستم که یک روزی به عنوان یک مادر خطاب شوم که خدا اگر لایق ببینه. این نطاق پیشین تلویزیون طلوع میگوید که نباید با پاکستان دشمن بود، زیرا آنها مردمان خوب و دوست داشتنی‌اند و مشکل جدی با افغان‌ها ندارند. یلدا علی علاوه کرده است که خیلی ها فکر می‌کنند که من تنها نامزد شدم، اما به گفته وی این طور نیست، بلکه من نکاح و رسماً ازدواج کرده و همه چیز را تمام کردم. اما زیاد تلاش کرد تا نهایت از طرف من جواب بلی را گرفت. تنها چیزی که به گفته وی باقی مانده است نگرفتن محفل است که آن هم به این دلیل انجام نشده که در زمانی که قرار شد تا وی ازدواج کند، در همان روزها قرار بود تا ویزه استرالیایش بیاید و در ضمن هیچ یکی از اعضای فامیل و دوستانش در پاکستان نبودند و این موضوع باعث شد تا وی در حق شوهرش دلسوزی کند و اجازه ندهد تا پولهای وی به ناحق و زیاد مصرف شود. محفل گپا نگرفتیم، ازدواج کردیم. بعد که موضوع رو دوستا خبر شد دیگه یک آقا بود، یک به حدی پیام دریافت کردیم. یلدا علی در مورد شوهرش افزوده و گفته است در حالی که زندگیش سختی ها و فشارهای زیادی را بر او در پاکستان تحمیل کرده بود، اما ناگهان وی پیدا شد و در کنارش ایستاد و به همین جهت این چالش ها و مشکلات اندک شد و به شدت کاهش یافت. وی گفته است که شوهرش همانند پشتون های افغانستان و کابل است. تابع به پشتون های افغانستان هستند، فکس کابل هم. فقط یک کمی خب فرهنگشون به کشور جداگانه بزرگ شده فرق میکنند و اندکی تفاوت دارد، چون در یک فرهنگ نسبتاً متفاوت بزرگ شده و لذا دیدش نسبت به خانم ها و زنان کاملا متفاوت است.
یلدا علی علاوه کرده است که با وجود اینکه ما از دو کشور هستیم اما مشترکات زیادی داریم و این موضوع شامل غذا، فرهنگ، رسم و رواج و همه چیز می شود. با گفته یلدا علی یکی از موضوعاتی که برایش ناراحت کننده است این است که همواره و همه کس در مورد زندگی شخصیش حرف می زند. یلدا علی از مردم خواسته است تا دست از زندگی شخصیش بکشن و زیاد کامنت ندهن و هر چیز هم نگوین. و ای افسود است که قرار نیست که تا این موضوع ادامه یابد و حتی زمانی که وی صاحب فرزند شد باز هم مردم برون و در مورد زندگیش و اینکه چرا با یک پاکستانی ازدواج کردی صحبت کنن. به گفته یلدا علی این موضوع شخصی است و ربطی به مردم ندارد. زندگی مشترک من، زندگی شخصی من، همسر من است، اگر پاکستانی است، اگر اروپایی است، اگر افغانی است، همراهی از این موضوع کنار بیاین دوستا، قبولش کنین. وی در مورد سختی های زندگی هم گفته است که سختی ها هم می تواند سکوی پرتاب و هم سکوی سقوط باشد. یلدا علی گفته است که اگر جهش و تحرک انجام دادید و فعالیت کردید، بدانید که مشکلات سکوی پرتاب می شود و می تواند شما را در مسیر درست و به موفقیت برساند. ولی اگر از آن به درستی استفاده نکنید، روز به روز ضعیف‌تر می شوید. وی در مورد زندگی هم گفته است که نام دیگر زندگی مشکلات است و قطعاً با زندگی هر فردی چالش‌ها و مشکلات زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه شده و حل گردد. سرانجام یلدا علی این گوینده موفق و مشهور رسانه‌ای در مورد استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک گفته است که فیسبوک ندارد و دوست ندارد تا با استفاده از این شبکه فعالیت کند. و یافسود است که شبکه اجتماعی مورد نظرش اینستاگرام است و تیک تاک را اصلا دوست ندارد و به آن نمره 0 می دهد. یلدا علی افسود است که خیلی ها از تیک تاک استفاده های نادرست می کند ولی یوتیوب و اینستاگرام را بسیار دوست دارد و می داند که می شود تا از این شبکه های اجتماعی استفاده های خوب کرده و نفع ببرد. دوستان گرامی، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما نیز دیدگاهتان را برای ما کامنت کنین. تا برنامه‌های بعدی، الله نگهدار.